با درود و ادب بر معلمان بزرگوار ایران زمین، من ابوالفضل رحیمی شاد هستم، همکار شما در شهر تهران. 32 ساله که این افتخار رو دارم همراه شما سر کلاس های درس حاضر میشم. 25 سال از این مدت رو به صورت رسمی در آموزش پرورش دولتی خدمت کردم که همچنان ادامه داره. این معرفی کوتاه رو از این بابت عرض کردم که خیلی طبیعیه عزیزانی که این ویدیو رو مشاهده میکنن علاقمند باشن بدونن چه کسی با اونها صحبت میکنه. اما موضوعی که میخوام مطرح کنم، چیزی که مطرح میکنم بر هموطنان ما پوشیده نیست، به ویژه بر معلم ها. در طول 2 دهه اخیر در مطالبه‌گری صنفی معلمان عده‌ای از همکاران ما دچار مشکلاتی شدن. بیش از 200 نفر از همکاران ما در طول این 2 دهه با احکام دادگاه های انقلاب یا دادگاه های عمومی به زندان افتادن. با احکام هیئت های تخلفات تعدادی از همکاران ما از آموزش پرورش اخراج شدن، به اجبار بازنشسته شدن یا به اجبار بازخرید شدن، دچار انفصال از خدمت شدن، تبعید از محل خدمت شدن. در فقره اخیر که خیلی شکل بدعت تازه‌ای بود، این بود که بدون حتی صدور حکم از ناحیه هیچ گونه دادگاهی و از طرف هیچ گونه از هیئت‌های تخلفات مبنی بر کسر رتبه، رتبه بندی که عزیزان ما خیلی برای اون تلاش کردن، به ویژه اتفاقا همون کسانی که در استان‌های مختلف و در شهرهای مختلف تلاش بیشتری کردن با این حق معلمان رو مطالبه بکنن، متاسفانه از احکام حقوقی اونها کم شده. خب طبیعتا نباید نسبت به این مسئله سکوت کرد. ما جمعی از معلمان به این نتیجه رسیدیم که باید بالاخره واکنشی نسبت به این موضوع نشون بدیم. خب دیدیم که آرامترین، منطقیترین و مسالمت جویانه ترین روشی که میتونیم نسبت به این موضوع واکنش نشون بدیم، ایجاد یک کمپین در فضای مجازی و ثبت امضای مجازی یا همون اصطلاحاً ثبت مشخصات در پتیشنه. این که همکاران بیان نام خانوادگی و شهر و استان خودشون رو در این پتیشن بنویسن و در حقیقت از هدف این پتیشن حمایت بکنن. اما هدف چیه؟ هدف همون جوری که گفتیم اعلام حمایت از همکاران زندانی، بیان مخالفتمون و اعتراضمون نسبت به شرایطی که این عزیزان دارن و عزیزانی که برای اونها پرونده سازی شده، به ویژه حمایت خودمون رو از خانواده های این عزیزان اعلام کنیم که واقعا شاید سختی این شرایط برای اونها بیش از خود همکاران ما باشه. هدف دومی که داشتیم اینه که مسئولین صدای اعتراض ما رو بشنون، این اعتراض ما به اطلاع اونها برسونه و احیانا اگر جایی صحبتی در گرفت این مسئله مطرح نباشه که ما از این خواست معلم ها بی اطلاع بودیم. در ارتباط با کمپین یا کمپین 100,000 امضا چند پرسش یا نقد احیانا مطرح شده که لازم بود بهش جواب داده بشه تا همکاران گرامی ما جواب این نقد ها یا پرسش ها رو داشته باشن. اولین موضوعی که مطرح میشه اینه که آیا اصلا این کار فایده ای داره؟ خب فکر کنم تا همون چیزی که به عنوان هدف مطرح کردم فایده هم بود، یعنی این که اعلام حمایت از همکاران، این که همکاران ما که در زندان هستن یا همکارانی که پرونده دارن مطلع بشن، خانواده هاشون بدونن که تنها نیستن و اینکه مسئولین نیز نسبت به این موضوع اطلاع پیدا بکنن. مطلب بعدی این که احساس بی‌مسئولیتی در جامعه احیانا با سکوت رایج نشه. طبیعتا ما باید نسبت به مسائل اجتماعی خودمون احساس مسئولیت بکنیم، واکنش نشون بدیم. نباید تصور بشه که احساس بی‌مسئولیتی در جامعه هست، یا احیانا اگر که احساس ناامیدی در جامعه وجود داره، این ناامیدی برای تغییر باید از بین بره. قطعا تغییرات مثبت قابل انجامه. مطلب دیگه این که اگر احیانا احساس ترسی در جامعه وجود داره، ترس نابجایی در جامعه وجود داره، قطعا این احساس ترس هم باید از بین بره. حالا یک کمپین مجازی این همه فایده داشته باشه، میتونیم ازش باز سوال کنیم که چه فایده ای داره؟ این دیگه باشه. مطلب دوم این که بعضی عنوان میکنن بنا به دلایل مشکلات ممکنه خیلی از همکارای ما همراهی نکنن. اول این که کمپین ها کوتاه مدت نیستن، یه روز، دو روز و یک هفته، دو هفته نیست. کمپین ها معمولا زمان زیادی دارن برای همکاری، ولی در همین مدت کوتاه، یعنی کمتر از حدود 2 هفته، بیش از 14,000 نفر از همکاران ما با وجود مشکلات دیگه که سر راه هست، مثل فیلترینگ و مسائل دیگه و ضعف اطلاع رسانی، اومدن امضا کردن. 8 تشکل در سراسر کشور اعلام حمایت کردن. تشکل در استانهای تهران، کردستان، خراسان شمالی، استان فارس، استان بوشهر، استان مرکزی، استان همدان و شهرستان اسلامشهر از شهرستان‌های استان تهران اعلام حمایت کردن، از معلمان دعوت کردند. همچنین سازمان معلمان ایران نیز به عنوان یک تشکل سیاسی و صنفی درون سازمان آموزش پرورش
هم اعلام حمایت کرده، هم دعوت کرده از معلم ها برای امضا کردن این پتیشن و هم از مسئولین خواسته که به صدای معلم ها گوش بدن. همچنین معلم آزاد دوست عزیز همه ماها جناب آقای اسماعیل عبدی از زندان کرج تماس گرفتن، ضمن تشکر و قدردانی از برگزار کنندگان این کمپین اعلام حمایت کردند. از تشکل‌های بیرون از آموزش پرورش نیز 4 تشکل صنفی کارگری نیز اعلام حمایت کردند و اونها هم از معلم‌ها دعوت کردند که این کار را انجام بدن. در حقیقت این میتونه یک روشی بشه در جامعه که سایر گروه‌ها نیز به همین طریق خواسته‌های خودشون رو مطرح کنن و تلاش کنن برای اینکه به مطالبات خودشون برسن. مطلب دیگه‌ای که شاید عنوان بشه به عنوان مشکلی که دیگران نتونن امضا بکنن یا احیانا پرهیز بکنن، بحث فیلترینگ. خب درسته فیلترینگ سرعت کار رو میاره پایین، برخی همکارا ممکنه به وی پی ان دسترسی نداشته باشن، این سایت های پتیشن هم که حالا استفاده شده فیلتر هستن. این عزیزان میتونن اطلاعات خودشون، مشخصات خودشون رو در اختیار همکاری که وی پی ان داره قرار بدن و همون لحظه این همکار در کمتر از 1 دقیقه اطلاعات اونها رو در پتیشن ثبت کنه. لینک پتیشن رو میتونید از یک گروه تلگرامی که با همین عنوان ساخته شده، یعنی گروه تلگرامی کمپین 100,000 امضا، لینک پتیشن اونجا هست. الان فکر میکنم در صفحات مجازی بسیاری از گروه های استانی قرار گرفته باشه. همکاران میتونن اطلاعات خودشون رو با عضو شدن از طریق پروکسی ها، با عضو شدن در این گروه تلگرامی در اختیار ادمین ها قرار بدن. چه بهتر که به جای اینکه اطلاعات از یک نفر باشه، در حقیقت لیستی از اطلاعات همکاران باشه و همکارانی که موافق، همدل و همسو هستن اطلاعاتشون رو بدن تا این اطلاعات ثبت بشه توسط ادمین ها. پس از این طریق مشکل فیلتر شکن هم حل میشه. مطلب دیگه این که احیانا میگن شاید جای نگرانی یا ترسی وجود داشته باشه. واقعا فکر نمی کنم این مسئله وجود داشته باشه. ببینید عزیزان، دیگه آرامتر از این، مدنی‌تر از این، مسالمت آمیزتر از این طرح مطالبات و احیانا اعتراضات وجود نداره. هم مسئولین کشور هم بارها اعلام کردن که دست کم به این طریق صدای اعتراضات رو میشنون و برای بیان اعتراضات و مطالبه گری ها رسمیت قائل میشن. خب خیلی ساده است، ما به جای اینکه انتظار پیامد منفی داشته باشیم، به نظر من باید انتظار پیامد مثبت داشته باشیم و منتظر واکنش درخور و شایسته مسئولین باشیم. مسئولین هم میتونن با یک پاسخ شایسته‌ای که به این کمپین میدن، در حقیقت پیامی رو برای مطالبه گری و بیان اعتراضات کل جامعه صادر کنن و نشون بدن که اگر که مطالبات از سوی آحاد جامعه مطرح بشه، گوش شنوایی وجود داره و احیانا واکنشی نسبت به اون داده میشه. اما اگر که این شکل از مطالبه گری بدون پاسخ گذاشته بشه یا احیانا پیامد منفی داشته باشه، خیلی طبیعیه که نباید انتظار داشته باشیم که مطالبه گری ها به این شکل به صورت آرام و مدنی مطرح بشه. پس طبعا این میتونه یک حالت آموزشی داشته باشه. ما معلمیم، وظیفه‌مون آموزش دادنه، آموزش به جامعه و حتی آموزش به مسئولین. امیدواریم که این آموزش و از این فرصت آموزش همه استفاده بکنیم و بتونیم که ضمن حمایتی که از عزیزان خودمون انجام میدیم، یک کار آموزشی هم کرده باشیم. مطلب دیگه که مطرح میشه این که آیا ممکنه سوء استفاده؟ بله، امکان سوء استفاده همه جا هست، اما ما رسما اعلام میکنیم. هدف همونی که گفتیم، اعلام حمایت از معلمان زندانی و درخواست آزادی اونها و اعلام اعتراض و نارضایتی از وضعیتی که این عزیزان دارن و عزیزانی که برای اونها پرونده سازی شده و امیدواریم که ختم پیدا بشه. هیچ گروه سیاسی در داخل و خارج پشت این کمپین نیست و در حقیقت در ایجاد این کمپین نقشی نداشته. در این کمپین هیچ هدف سیاسی دنبال نمیشه. البته گروه های سیاسی و غیر سیاسی مدنی میتونن داخل خارجش فرقی نکنه حمایت بکنن، اما اینکه ما تصور بکنیم توسط اونها این کمپین اداره میشه کاملا تصور اشتباهیه و از این بابت جای هیچ گونه نگرانی نیست و هیچ سوء استفاده ای وجود نداره. بحث آخر که مطرح میشه که اطلاع رسانی شما ضعیف بوده، بله ما میپذیریم، ما توان اطلاع رسانی نداشتیم، رسانه ای نداریم. گاه هم پیام هامون رو برای کانال تلگرامی شورای هماهنگی میفرستیم، اونا اگر صلاح بدونن و در راستای اهدافشون بدونن منتشر میکنن. برای کانال های تلگرامی و گروه های تلگرامی استانی هم میفرستیم. عزیزان میتونن در پیام رسان هایی که فیلتر نیست این پیام رو بذارن، اطلاع رسانی کنن، یا شبیه این ویدیویی که من ساختم حتی خیلی کوتاه‌تر یک پیامی رو به خصوص به زبان های کردی، ترکی، عربی، گیلک، به زبان و لهجه‌های مختلف برای معلمان گرامی این پیام رو ارسال کنن، از اونها دعوت کنن برای پیوستن به کمپین. من برای اینکه خیلی طولانی تر نشه با یک آرزو و با یک بیت
کلام خودم رو پایان میرم. آرزوم اینه که همه معلمان زندانی و همه کسانی که در مسیر مطالبه گری، هر نوع مطالبه گری، به زندان افتادن آزاد بشن و پایانی باشه برای همه نوع پرونده سازی ها. ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند.